26 ژانویه همینان هم 6 بهمن 26 ژانویه 2023 6 بهمن 1401 عرض ادب احترام دارم. پنجشنبه ها همیشه با کی هستیم؟ با حسن دایی عزیز. حسن دایی یکی از چهرهای امین در میان شخصیت های اپوزیسیون، امین درستکار، خیلی صادق در کار خودش، به نظرم سید صدرش در کار سیاسی هستم فوق‌العاده است. بارها دیدمش با آدم هایی که سخت بهش مخالف بودن، حرفاشون شنیده، حرفای خودش هم زده، هرگز اهل جنجال و دعوا نبوده. یک مبارزه پیگیر رو داشته علیه دلالهای جمهوری اسلامی از سالها بیش از 2009 به بعد، 7 سال، یعنی به اندازه جنگ ایران و عراق این دعوای حقوقی ادامه پیدا کرد تا بالاخره دایی موفق شد با این رویه سلحشور خودش دشمن رو شکست بده در مراجع قانونی ایالات متحده آمریکا. امیر شورتی برنامه رو اداره میکنه، عزیز سپاسگزارم. دایی عزیز با ماست. دایی جان درود بر شما، خیلی خوش آمد. درود به همه بینندگان، خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. با هم همینطور خوشحالیم دایی جان. امروز کوتاه خواهیم بود با هم، ولی همین حضور شما مغتنمه. دایی جان در چه حالید؟ اعتراف کنم که هفته پیش یک بیماری سخت برای من تشخیص دادن که یه پروسه به اصطلاح جراحی و کارهای دیگه‌ای خواهد داشت در ماه‌های آینده. چشماندازش به گفته پزشکان، گرچه هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن، مثبته، یعنی قابل عبور هستش و منم امیدوارم که خیلی زود این دوره تموم شه و متاسفم که در این مدت، در این 2-3 ماه یا 3-4 ماه آینده نمیتونم متاسفانه حضور رسانه‌ای داشته باشم و در خدمتتون نخواهم بود. از این جانب، از این جهت، از شما و همکاران و به ویژه هم بینندگان عزیز که در این سالیان سال همراهی کردن، حرفای منو گوش کردن، شما بردباری داشتید، هموطنان بردباری داشتن، ممکنه خیلی مطالب رو دوست نداشتن بشنون، ممکنه اشتباهاتی کردن، من همه روزش میخوام از این بابت و تشکر میکنم از اینکه همراه بودن و واقعا امیدوارم که هرچه سریعتر برگردم خدمتتون. ممنون دایی، همه ما از شما سپاس گذاریم به خاطر همه تلاش هایی که به خاطر ایران کردی. عشق به ایران همیشه آموزنده بوده و این پیگیری و روی سلحشوری که داشتی در نهایت حفظ حرمت دیگران، حتی مخالفان خودت، که من شاهدش بودم همیشه. دایی جان اگر مشکلی نیست ممکنه توضیح بدید چه نوع بیماریه؟ عرض کنم که نگم بهتره، ولی بیماری دشواریه، ولی قابله، یعنی راه علاجش هم هست. یادمون نره آقای مهمودی عزیز، اینجایی که لاغت من هستم، لاغت من دارم نمونه خودم رو میگم. خب اولا بیمه ای داریم که تمام هزینه ها رو که میتونیم میلیون ها دلار باشه رو بده و بعد بهترین جراحان دنیا در این منطقه ما هستن و واقعش اینه که من تو همه یک هفته مرتب فکر میکنم به هموطنانی که فرزندانشون، همسرانشون، خانواده‌هاشون، مادرهاشون بیماری دارن و نمیتونن در ایران هیچ کاری بکنن، نه امکان مالی دارن، نه امکان پزشکی دارن و واقعا من جزء اون دسته از کسانی هستم که واقعا امتیاز داشتیم، شانس داشتیم در اینجا بودیم، باید این رو واقعا قدرش رو دونست. و دوم این که حمایت همه دوستان بوده، پیام های دلگرم کننده، خیلی ها دعا خوندن و اینا همه خیلی بسیار کمک تا واقعش بتونیم در این شرایطی که شرایط حساس تاریخ کشورمون بتونم برگردم هرچی سریع‌تر و وظیفه خودم رو بتونم به هر مقداری که هست ادا بکنم. بنابراین خیلی امیدوارم آقای مهبودی عزیز، خیلی امیدوارم. آی دایی ما به وجود شما خیلی نیازمندیم، خیلی سریع، خیلی زود با این رویه که من در شما سراغ دارم، مطمئنم که این دوره سخت و دشوار هم پشت سر میگذارید.
ما منتظرتونیم همیشه، ما هم بیخبر نگذارید. باید بعضی وقتا زنگ بزنیم و هموطنان بدونن که شما در چه حالی هستید. و امیدوارم که حتما با هم صحبت خواهیم کرد. مطمئنم قبل از اینکه من به اصطلاح معالجه کامل بشیم پروسه اولش این حکومت سقوط کرده باشه، ولی در هر صورتش باید در کنار مردم باشیم و ما در این جنبش بکنیم. حتما با هم تماس خواهیم داشت آقای میرویدی عزیز. حتما ممنونم. یکی از دستاورده تلاش های شما این اتفاقی که در مجلس نمایندگان افتاد به نظرم خیلی حایز است. 420 نماینده، فقط یه نماینده رای منفی داده در قطعنامه حمایت پشتیبانی از مردم ایران. اون یک نماینده حرفاش که گوش دادم حرفای نایاکه. و این گروه هایی که دلال های جمهوری اسلامی که همیشه آمریکا رو از اعمال تحریم میترسوندند یا پاسخ قاطع به جمهوری اسلامی میگفتن، این منجر میشه به اینکه مردم برن دور جمهوری اسلامی جمع بشن. ولی این هم اتفاق مهمی بود آقای دایی. بله. نه من متاسفانه این نمونه خاص رو نتونستم دنبال کنم به خاطر همین درگیری های پزشکی. شنیدم فقط، دقیق ندیدم چی بوده، ولی به هر صورت اینه که شرایط رو من خیلی مثبت میبینم و مطمئنم که خیلی زودتر از اون که فکر کنیم دور جدید جنبش و حضور خیابانی در مدار بالاتری شروع خواهد شد و همه باید سعی کنیم اختلافات رو به حداقل برسونیم تا بتونیم کمک کنیم به جنبش. درود بر دایی، زنده باد دایی. دایی جان سلامتی رو آرزو میکنم همه ما و مطمئنم که بسیار این میلیون ها طرفداران شما در میهن و مملکت و در کشورهای مختلف. تشکر تلویزیون پارس و باز هم سپاس از همه بینندگانی که در این سال ها همراه بودن. به امید این که خیلی سریعتر از اون که فکر میکنیم با هم صحبت بکنیم و در کنار مردم باشیم. امیدوارم خیلی زود، خیلی زود. ممنونم دایی جان، سپاسگزار از حضورت. خداحافظ شما. خداحافظ. برمیگرد. عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما همینان عزیز و ارجمند، برنامه رو پی میگیریم. در منزل بعد مهمانی داریم، حتما برنامه رو پیگیری کنیم. اما اتفاقی در آمریکا افتاده از این نظر حائز اهمیتی که بالاخره بعد از این درگیری ها و نقاری که بین دو حزب وجود داشته در تمام این سال ها از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ تا به امروز، اینا در زمینه های متعدد با هم درگیر بودن. هر حزب دیگر رو یک چالش عمده برای خودش به حساب می آورد و گاهی مخالفت ها تبدیل به دشمنی شده. اما برای نخستین بار بعد از این دوره تاریک به نظر بودن، مناسبات دو حزب، هر دو نمایندگان هر دو حزب در کنار هم ایستادند و از ملت اینا دفاع کردن. این اتفاق خیلی مهم در تاریخ خود ایالات متحده آمریکاست که بالاخره این دو حزب سر یک موضوع هم توافق دارن، اونم ایرانه. 420 نماینده رأی به حمایت پشتیبانی از مردم ایران، محکومیت جمهوری اسلامی در قلمرو سرکوب مردم دادن و این به نظرم یکی دیگه از پیروزی های بزرگ ملت ایرانه. در رأسش زنان، این پیروزی دیگه در سطح جهانی به حساب جنبش انقلابی مردم ایران. اینا دستاوردهای کمی در تاریخ میهن ما نیست. دوباره از میهن ما در همین قطعنامه از مردمان شجاع یاد شد. مردمان شجاع در برابر یک رژیم سرکوبگر، ستمگر و بیرحم مذهبی. فراموش نکنیم تا به حال آمریکایی ها بی ندرت ممکن بود از این صفت استفاده بکنن برای تعریف مردم در برابر حکومت جمهوری اسلامی، چون معتقد بودن جمهوری اسلامی به خواست مردم بر سر کار اومده. دلال ها و لابی های جمهوری اسلامی هم دائما در محافل دولتی اینطور تبلیغ میکردن که مبادا تحریم رو اضافه. درسته این تحریم هدفش حکومت جمهوری اسلامی است، ولی عملا شما دارید کاری میکنید که مردم و تندروها به هم قاطی بشن، یکی بشن.
هم از تحریم میترسوندن هم از جنگ میترسوندن. کار اینها بود در تمام این سالا. هر کس هم که خواهان اقدام قاطع آمریکا علیه جمهوری اسلامی اون در سرکوب مردم بلافاصله متهم میشد به اینکه این یه عنصر جنگ طلب. این سیاست تا همین قبل از این جنبش انقلابی جواب میداد در محافل سیاسی آمریکا، ببینید در دوره باراک اوباما، ببینید حتی در اوائل دوره همین آقای جورج بایدن، آقای جو بایدن و همکارانش در کاخ سفید. ولی این به اصطلاح این همکاری و همدلی بین دو حزب هم به سود آمریکایی هاست، یعنی آمریکایی را اندکی خیال آمریکایی را اندکی راحت میکنه، چون این دو حزب اینقدر دشمن نیستن. وقتی مصالح و منافع ایالات متحده آمریکا اونم در سطح جهان مطرح باشه و دفاع از مردمانی که محبت و عشقشون به آمریکا اثبات شده است، این خود آمریکایی‌ها متوجه شد. در تمام این دورانی که اینها در خیابون‌ها بودن، کف خیابون‌ها بودن، در مناسب شبانگاهی فرق نمی‌کنه، هرگز شعاری علیه آمریکا نداد. آمریکا متوجه میشه که شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل از آن حکومت علی خامنه‌ای است. مردم چنین رغبتی نداره به دادن چنین شعارهایی. قصد دشمنی با ملت‌های دیگر رو هم ندارن، که برعکس دوستدار آمریکا هستن، دوستدار آمریکا هستن، مشکلی هم با اسرائیل ندارن. اگر در آینده قرار باشه که اونهای متحدی در میان کشورهای خاورمیانه برای خودشون پیدا بکنن، قطعا میرن به سراغ اسرائیل، قطعا و حتما. نگاه بکنید به حمایت ایرانیان مقیم اسرائیل در دوره‌ای که از زمانی که این جنبش شروع شد، اونها با هموطنان خودشون همدل بودن، پرچم سرنگ شیر و خورشیدشان ایران رو حمل میکردن در تظاهرات خودشون، شعار زن زندگی آزادی میدادن. اینا دستاورت های کمی نیست در تاریخ میهن ما، نشون میده که آینده درخشانی در پیشه. ایران قرار رو تمام دنیا دوستی داشته باشه، روابط حسنی داشته باشه و تبدیل بشه یک دموکراسی نیرومند در کل منطقه خاورمیانه و در این زمینه ثروت لازمش رو هم داره، اندوخته و ثروت لازم، اندوخته تجربی و ثروت لازم. این اندوخته 40 ساله رو دست کم نگیرید. تجربه مردم ایران در رابطه با روحانیتی که به قدرت رسید و دینی که قرار بود اونها رو رستگار کنه، خوشبخت کنه، مرفه کنه، اونها رو از حال استضعاف بیاره به حال رفاه و آسایش و آرامش، که همه چیز وارونه شد. دینکاران ایران رو تبدیل به جهنم واقعی کردن برای مردمان ما، مردمان ما، مردمان دیندار ما، حتی برای فرار از ظلم و ستمی که دینکاران اونا روا داشتن چی میکنن؟ میرن به دنیای کفر، در دنیای کفر زندگی کنن. ببین چه تعداد از اونها امروز در کانادا زندگی کنن، در ایالات متحده آمریکا، بیشتر راغبند که یا کانادا باشن یا آمریکا یا استرالیا یا زلند نو یا اروپا، فرقی نمیکنه. خب این خیلی مهمه. اما عمیانان هم دنیس راس یک دیپلمات خیلی برجسته است، خیلی برجسته، یه موقعی طراح سیاستگذاری های کاخ سفید بوده در دوره پرزیدنت بوش، با کلینتون همکاری داشته، همکاری های نزدیک با هیلری کلینتون، یعنی آدم فراحزبیست، یک شخصیت فوق‌العاده آگاه که نسبت به مسائل خاورمیانه اشراف فوق‌العاده‌ای داره. آقای دنیس راس هم نویسنده است هم دیپلمات. دنیس راس سخنی میگه که به نظرم خیلی شبیه دنیس، حرفش اینه که من در دوره زندگی خودم چنین همکاری و چنین مشارکت گسترده بین آمریکا و اسرائیل رو ندیده بودم. این رسوایشی که امروز در مدیترانه جریان داره که هزارها تن انتظامیان آمریکا و اسرائیل در شرکت دارن، نشون میده که آمریکا از مرز
آمادگی برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گذشته. یعنی آمریکا کاملا آماده است، فراتر از آمادگی. دانشه نشون میده که جمهوری اسلامی خواب بود در تمام این سالهایی که ایالات متحده آمریکا خودش رو برای روز مبادا آماده میکرده. اینکه تصور بده که جمهوری اسلامی به شخص علی خامنه‌ای میتونن در نهان به بمب اتمی دست پیدا بکنن برای که حکومت خودشون رو بیمه کنن، سخت در خطا و اشتباه. یعنی گزیده نظامی امروز روی میزه، اونا هدفهایی در مدیترانه مورد حمله قرار دادن که هوانندسازی شده بود از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در مدیترانه، بر مدیترانه و بر فراز مدیترانه. 12 تا 14 فروند ناو جنگی و بیش از 140 فروند هواپیمای نظامی، هزارها پرسنل نظامی و کارشناس نظامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در این رزمایه شرکت کرد، برای این مانور بزرگ نظامی که این مانور دنیس راست رو به حیرت انداخت که ما هرگز چنین به سر چنین مانور مشترکی در این ابعاد در خاورمیانه نداشتیم. دست کم بین اسرائیل و آمریکا بی سابقه است در تاریخ اسرائیل، از سال 1949 تا به امروز، ما سال 2023 میلادی هستیم. نشون میده همیهنانم که جمهوری اسلامی هیچ فردایی، یه موقع است که وقتی از شما میپرسن که پیشبینی شما در مورد یک حکومت چیست، اگه جواب 100% میدید نشانه نادانیست. در مورد جمهوری اسلامی تصادفانی اصلا صدق نمی کنه. هیچ داده، هیچ علامتی وجود نداره که جمهوری اسلامی بتونه از پس این بحران بیرون بیاد، یعنی بتونه دوباره خودش رو ترمیم بکنه، خودش رو بازسازی بکنه، دوباره از جا بلند شه. امکان عقلی نداره دیگه. هیچ راهی برای بازگشت جمهوری اسلامی به دامان جامعه جهانی نیست و این شرکت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در واقع یه نوع اقدام به خودکشی بود از سوی علی خامنه‌ای. اقدام به خودکشی. حرف هلسوت بسیار شنید، اسحاق هلسوت رئیس جمهور اسرائیل در دیدار با خانم اورزولا فون در لین یعنی رئیس کمیسیون اروپا، رئیس جمهور اروپا، تاکید کرد که اگر دنبال جمهوری اسلامی میگردید همینجاست، توی اروپاست، حق با اوست. جمهوری اسلامی امروز در جنگ علیه اروپا شرکت داره، جنگ اوکراین. همین امروز اوکراینی ها اعلام کردن که موفق شدن شماری دوباره از پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی در هم بکوبن. هیچ کدام هم تا به حال مؤثر نبوده در تغییر سرنوشت جنگ و اوکراینی ها موفق شدن راه حل نظامی لازم رو پیدا بکنن برای هدف قرار دادن پهپادهایی که از سوی پهپادهای ایرانی که از سوی روسیه به سمت هدفهای غیر نظامی پرتاب میشه. بنابراین حرف هلسوت درسته و هلسوت سخنرانیش در پارلمان اروپا نشان دهنده اینه که اروپایی هم دارن به نیات اسرائیل در زمینه مبارزه جدی و قاطع با فعالیت های ماجراجویانه هسته جمهوری اسلامی هم داستان میشن. اروپا داره با اسرائیل هم داستان میشه. رزمایش موجود بین آمریکا و اسرائیل در آبهای مدیترانه هم نشونه اینه که اراده جهانی برای این قرار گرفته که دیگه با جمهوری اسلامی تعاملی نکنند. یعنی سیاست سازش یا سیاستگذاری های انتقادی در برابر جمهوری اسلامی پروندهش مختومه اعلام شد. اعمال سیاست های قاطع، این رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 420 رأی شوخی نیست، 420 نماینده رأی دادن به محکومیت جمهوری اسلامی و پشتیبانی از ملت شجاع ایران، نشانه اینه که خود پارلمان
پارلمان ایالات متحده آمریکا با موافقت هر دو حزب، نه یک حزب، دارن راه رو باز میکنن برای پرزیدنت بایدن دستش باز بشه برای اینکه تصمیمات قاطعی رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. این مفهومش همینه. یعنی در واقع پارلمان ایالات متحده آمریکا دستگاه قانونگذاری جاده رو تصدیح کرد، صاف کرد برای هر نوع تصمیمی که لازمه کاخ سفید در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، حتی با مشارکت اسرائیل یا با ثواب دید اسرائیل. خب همین الان از بازار آگهی عبور میکنیم، در منزل بعد با کارشناس مسائل امنیتی هستیم، با او گفتگو میکنیم در باره اون چی گذشته. کتاب آقای مک پومپو قرار منتشر بشه، مک پومپو وزیر خارجه دوران دونالد ترامپ، که به نظرم یک فصلش خیلی جالبه، اون فصلی که مربوط میشه به حسب قاسم سلیمانی، ناناوره قاسم سلیمانی، ناناوره همه تروریست های خونخوار خاورمیانه بود، در هیچ کس شکی نداره. امروز جوانی در آلمان داره محاکمه میشه، جوان اهل سوریه، اینا فرزندان و فضایی هستند که قاسم سلیمانی در سوریه پدید آورد. یک جوان 21 ساله برای حفظ عفت خواهر خودش، خواهر خردسال خودش، نمیدونم 13-14 سالش این دختر، او رو در خانه زندانی کرده بوده، اجازه خروج به او رو نمیداده، مبادا عفتش به شکلی مورد تعرض قرار، دستکاری بشه، و بعد او رو کتک میزده در خانه. انواع و اقسام توصیه هایی که روحانیت و آخوندها دارن یا امثال قاسم سلیمانی با این فضایی که در خاورمیانه ایجاد کرده، این فضای مذهبی وحشتناکی که از خون تغذیه میکنه. این بچه‌ای که میخواسته عفت خواهرش رو حفظ بکنه و پای گزارش دادستان خودش هم سکوت کرد وقتی کیفرخواسته خونده، 5 بار به این دختر خردسال تجاوز جنسی کرد، تمتع جنسی بود از خواهر خودش. حالا داره محاکمه میشه. اینا فرزندان اون اسلامی هستند که قاسم سلیمانی ها فضای آموزشیش رو در منطقه، در عراق، در لبنان، در یمن را بود، در سوریه جا کرد. هیچ معنای دیگه ای نداری، همینه، همینه. برای حفاظت از عفت خواهر خودش و سلامت نفس او و جلوگیری از تعدی جنسی به او توسط عوام و توسط افراد اجنبی و بیگانه، خودش به او تجاوز کرد. پومپئو جالبه میگه که سپاه پاسداران حمله کرد به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک. در این عملیات یک آمریکایی عراقی تبار رو، اهل عراق، رو کشت، به اضافه 10 آمریکایی هم زخمی شدن. میگه وقتی این اتفاق افتاد رفته به کاخ سفید با دونالد ترامپ صحبت کرده، گفته ما باید پاسخ قاطع بدیم. گفته چیکار کنیم؟ باید انتقام بگیریم، به دونالد ترامپ گفته و توضیح داده که چرا. دونالد ترامپ موافقت میکنه اما بقیه مخالفن در کاخ سفید. میگم بسیار خوب، زدیم قاسم سلیمانی رو حذف کردیم، یه نفر میذارن سر شاش. میگه نه، درست مثل که رامبراند اصلی حذف بشه، به من بگید که میخوام جانشین رامبراند رو انتخاب بکنیم، چه کن؟ او قاسم سلیمانی پدر تروره، پدر بیرحمیست، پدر اقتدار طلبیست. و تا کسی بیاد جای او رو بگیره خیلی طول. بنابراین رامبراند اصلی سو اگه او عصد بشه دیگه قادر نیستن جانشین خوبی براش پیدا کنن. پیشبینیش هم بسیار برا و درسته، پیشبینی مک پومپئو، درچه بقیه هم قانع میشن که لازم این کار انجام بشه. قاسم سلیمانی در تردد بین سوریه و عراق، به نقاط مختلف داره سفر میکنه، میره
سفرهای مخفیانه به هر جا که گروه های نیابتی هستن یا پایگاه های جمهوری اسلامی در اونجا وجود دارن. در عراق از ایران رفته به عراق، رفته به سوریه، در برگشت به عراق، از عراق برگرده به فرودگاه بغداد بیمه شب. کمی بعد از نیمه شب قاسم سلیمانی هواپیماش وارد میشه، وارد فرودگاه بین‌المللی بغداد میشه. کی آمدن به استقبالش؟ ابو مهدی مهندس کیه؟ رهبر فرمانده گروه کتائب حزب الله. این کتائب حزب الله چه کرده بود؟ یکی از بازوهای سپاه پاسداران او بود که حمله کرده بود به پایگاه آمریکا، کتائب حزب الله. حالا فرماندهش به همراه گروه دیگه از تروریست ها آمدن به فرودگاه استقبال از قاسم سلیمان. یک قهرمان، یک قدیس از او استقبال میکنن، او رو در آغوش میگیرن. نگو در همون لحظات بالای سر اونها پهپاد آمریکایی با چشمهای مسلح و هوشمند خودش در اونها رو نظاره میکنه. و در تمام مدتی قاسم سلیمانی در تردد بوده، آمریکایی‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از محل حضورش در جریان محل حضورش بودن، یعنی لحظه رو از دست دادن. حالا کار به جایی رسید که پهپاد آمریکایی بالای سر اونها مثل عجل معلق در گردشه، در اونها رو میبینه. میان سوار اتومبیلی میشن که منتظر قاسم سلیمانی، اتومبیل سدان. سوار اتومبیل میشه، ابو مهندس هم با اوست. دو موشک پرتاب میشه، دو موشک اتومبیل حامل قاسم سلیمانی رو در هم میکنه و هر دو رو اتومبیل خرد و خاکشیر میکنه. چیزی هم از سر دو جسد باقی نمیکنه. برحال این گزارش مک پومپوس و حرفش هم اینه که ما از این طریق میخواستیم انتقام بگیریم و جواب بدیم به جمهوری اسلامی و در این حال هم حزب کمونیست چین رو با مواضع قاطع خودمون هشدار داده باشیم، هم به چین اون رو میگه، این رو هم به رهبر کره شمالی و هم به دیگر دشمنان ایالات متحده آمریکا میگه. می‌خواستیم از این طریق هشدارم اونها بدیم. میگه سپاه پاسداران در صد برآمد که انتقام بگیره، چندین بار تلاش کرد موفق نشد. هیاهو با خبرهای جنجالی سعی کردن به مردم تلقین بکنن که ما دست به عملیات انتقامی زدیم، شما رو زیادی آمریکایی رو کشتیم. میگه هیچ کدام از این حملات مؤثر واقع نبود، آمریکایی هم کشته نشد. سپاه تصمیم گرفت که خودزنی کنه، دو موشک پرتاب کرد به هواپیمای 752 اوکراین، 176 نفر کش در خود ایران. چون از پس انتقام آمریکایی برنایمد، این خواست به این ترتیب آمریکایی رو متهم بکنه به اینکه اونا بودن به این هواپیما حمله کردن و جنجال. خب عرفان قانعی‌فر با ما سمیانان، کارشناس مطالعات امنیتی. عرفان اجازه بدید سلام کنم. آقای قانعی‌فر خیلی خوش آمدید، درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارد. آقای قانعی‌فر، فضا در ایالات متحده آمریکا به کل تغییر کرد در رابطه با جمهوری اسلامی. همین اقدام مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، حرف‌های دنیس راس درباره اون چیزی که الان داره بین آمریکا و اسرائیل می‌گذره در مدیترانه با هدف‌های همانند شده تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، سراپا گوشی. عرض ادب و احترام. در شرایط فعلی خب به عنوان یک بازیگر جهانی در واقع امریکا به دنبال حمایت از نرم یا مدار لیبرال دموکراسی هست. در کشورهای جهان برخی از بازیگران در واقع چون دارای استبداد هستند مزاحم این چرخه روابط بین الملل در جهان هستند. یکی از اون کشورها که در واقع دولت حامی تروریسم هست و حامی به هم ریختن نظم منطقه‌ای هست در واقع جمهوری اسلامی و ملایان هست. و در شرایط فعلی خب جهان به این نتیجه رسیده که این غده سرطانی رو جراحی بکنه
و بعد در واقع میشه گفت که بعد از فروپاشی رژیم میشه گفت نه خبری از تروریسم اسلامی خواهد بود، نه خبری از رادیکالیسم اسلامی خواهد بود و نه خبری از این گروه های شیعه تروریست در منطقه. فراموش نکنید در سال 1989 وقتی کمونیسم از بین رفت، در شرایط فعلی تهدیدی که جهان رو در واقع آسی کرده فاندامنتالیسم یا به عبارتی بنیادگرایی اسلامیست که سر مار در تهران هست و با قطع اون بشر یک بار دیگه میتونه صلح و آرامش رو در قرن 21 برای خودش متصور باشه. ممنون آقای قانیفن. اما بریم به سراغ این رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل. از در امنیتی چه معنایی داره این کار؟ اونم در این یعنی رزمایشی که بی سابقه است از سال 1949 تا به امروز. ببین سال 1949 در واقع در اون ایام جنگ سرد بود و جهان دو قطبی بود. در شرایط فعلی در جهان امروز جهان چند قطبی است و امریکا هنوز به عنوان یک بازیگر اصلی جهانی شناخته شده است، ولی مدار چین و روسیه در بعضی جاها امنیت آسیا و جهان رو تهدید کرده به خاطر کره شمالی و به خاطر جمهوری اسلامی ملایان. و این رزمایش در واقع پیامی است، سیگنالی است برای ملایان در تهران که با افراد و کشورها و به عبارتی حکومت‌هایی که هم پیمان با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هستند، اینها روابطشون رو دارن و نمیخوان که ملاها با کانونهای تروریستی مانند سپاه قدس یا سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات مزاحمتی برای ثبات و صلح منطقه‌ای ایجاد بکنند. اولین پیام این رزمایش همین هست. و ای چه بسا اگر ملایان در واقع به مسئله رسیدن به بمب اتمی بخوان پافشاری بکنن، شاهد جنگ خواهیم بود و نابودی پایگاه های هسته‌ای رژیم ملایان که اون هم حاصلی جز عقبگرد تاریخی و ویرانی ایران در واقع در پی نخواهد داشت. و متاسفانه جامعه باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره و این بار نوبت مردم ایران هست که یک سیگنال و پیامی رو به جهان بدن و اون هم به پایان دادن عمر ملایان هست. آقای عارفان، تا به امروز اینطور عنوان میشد که دست کم دلال های جمهوری اسلامی، گروه هایی که افرادی که به نایاک نزدیک بودن یا دلال هایی که نزدیک بودن به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ویلار به نیویورک، اینا اغلب حرفشون این بود که هر دو اقدام نظامی علیه تأسیسات هستی جمهوری اسلامی منجر میشه به اینکه مردم دور جمهوری اسلامی دوباره جمع بشن. یعنی شما عملا باعث تقویت نیروهای اصولگرا و تندرو در جمهوری اسلامی میشید و این به اصطلاح نقض غرض. اگر قصدتون تضعیف جمهوری اسلامی است، به این ترتیب شما باعث تقویت جمهوری اسلامی خواهید شد. اما حالا غربی ها متوجه شدن یا خود آمریکایی ها که نه اینطور نیست، یعنی در ایران مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفتن و کینه و نفرت اونها رو فرا گرفت. این کشتارهایی که جمهوری اسلامی کرده در این چند در این 130 روز اخیر، خب این تصویر رو کاملا در غرب تغییر داده. میخوام ببینم که نقش جنبش در تغییر سیاست های از این دست تا چه حد بوده؟ نقش جنبش 5 خاصیت رو برای جهان داشت، به ویژه برای نهادهای امنیتی جهان. نکته اول این که در واقع قصابخانه‌ای که ملایان وحشی به راه انداختند، در واقع عین مغول در کمتر از 3-4 ماه بیش از 600 انسان رو قصابی کردند و عین مغول و تاتار اومدن چشم تظاهر کنندگان بی پناه و بی گناه رو یا کور کردند و یا تفنگ شلیک کردند. در هیچ جای جهان هم چیزی رو شما سراغ ندارید جز قبائل وحشی در تاریخ. و نکته دوم که بسیار حائز اهمیت بود، پرچم ناسیونالیسم و ملیگرایی جوانان ایران بود. ناسیونالیسم و ملیگرایی تنها سلاحی است
برای مبارزه با ایدئولوژی ویرانگر و منفی خمینیسم که انبانی است از رذالت ها. پس بنابراین مردم ایران با تظاهرات خودشون بودند و پرچم ناسیونالیسم در مقابل ملای بیوطن. پس این در برابر خط مبحث است که بگیم اگر جنگی به بل مردم ایران جانشون رو برای کشورشون میدن، مردم ایران وقتی از سنندج تا زاهدان میگن جانم فدای ایران، این بزرگترین سیگنال هست و این قبائل بیوطن یأجوج و مأجوج تجزیه طلب هم نتونستن فکر مردم ایران رو عوض بکنن. پس بنابراین حمله به نهادهای تروریستی و نهادهای نظامی ملایان در ایران هیچ ارتباطی به ایران نداره. این حکومت مایه ننگ ایران هست. تاریک ترین ادوار تاریخ ایران بعد از حمله اعراب، مغول، تاتار، افغان ها و در واقع اجنبی ها همین دوران حمله ملا به ایران هست. پس بنابراین هیچ ارتباطی به واقعا مصالح و منافع ملی ایران نداشته و ندارن. نکته دیگه، لابی های وابسته به جمهوری ملایان در خارج از کشور به ویژه در امریکا و اروپا، اصلاح طلبان و مافیای رسانه‌ای اونها که متاسفانه از لندن پخش میشه، کل اینها نمیتونن فکر مردم ایران رو به بازی بگیرن برای همیشه. برای مدتی میشه مردم رو فریب داد، ولی قطعا برای همیشه نمیشه همه مردم رو فریب داد، جمله مشهور ابراهام لینکلن. و در اینجا متاسفانه باید گفت که فشار حد اکثری، مکانیسم ماشه رو دوباره فعال کردن و انزوای بیشتر رژیم ملایان سه خاصیت داره برای تقویت رستاخیز ملی در ایران. رستاخیز ملی در ایران پرچمش ملی‌گرایی هست. این سه نکته در خارج از کشور در واقع کمک میکنه به این که این مسئله در ایران بیشتر شعله برتر بشه و دلایل دیگه ای که حالا اینجا وقتش نیست. داریم گفتگو با آقای قانعی فرد هم میاد. آقای قانعی فرد، بیریم اثر سپاه پاسداران و اقدام پارلمان اتحادیه اروپا و دیدگاه پاره از شخصیت های مهم در اتحادیه مثل خانم اورسولا فون در لاین، خانم بیربوک وزیر خارجه آلمان، یا دولت مردها و به اصطلاح شخصیت های قانونگذار در اروپا، بر سر تروریستی خواندن سپاه. خب حتی اگر سپاه توسط اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی نشه، مزاره همین اقداماتی که در این هفته اخیر صورت گرفته تأثیرات روانی لازم رو در دنیا داشته. یعنی سپاه دیگه هرگز نمیتونه برگرده به وضعیت سابق خودش به عنوان نیروی نظامی رسمی متعلق به دولتی که عضو سازمان ملل، نه، سپاه دیگه یک گروه تروریستی شناخته میشه. کما اینکه بنا به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، تاثیرات تا به حدی بوده که امروز شرکت‌های اماراتی، شرکت‌های عراقی دیگه با جمهوری اسلامی، حتی بانک‌های عراق دارن دو بار فکر میکنن، اونایی که در تعامل با جمهوری اسلامی بودن. به نظرم نشون میده که تاثیر لازم رو داشته و هیچ کس حاضر نیست با دستگاهی، حتی شرکت‌های چینی که معاملات قدیم و ندیم داشتن، از قدیم و ندیم با سپاه پاسداران، اینا امکان داره که ایالات متحده آمریکا رو ندیده بگیرن و بخوان معاملات خودشون با سپاه ادامه بدن. همه در فکر تجدید نظرن. حتی چینی ها خرید نفت از جمهوری اسلامی رو که با از طریق سپاه صورت میگرفت، اون رو به تقریبا به حالت تعلیق در آوردن. این خرید همانند سابق نیست. سراپا گوشی. عرض کنم که نهاد تروریستی سپاه پاسداران از روزی که ملایان به ایران حمله کردند و به قدرت و ثروت در ایران رسیدند، این نهاد تروریستی تشکیل شد برای ترویج تفکر خمینیسم که مجموعه است از اسم‌های متفاوت مثل وحشیگری، مثل تروریسم، مثل لنینیسم، استالینیسم، مازوخیسم و غیره و زاله. تفکرشون رو میخواستن به جهان مصادره بکنن. بنی صدر میومد در تایید خمینی میگفت که باید انقلاب اسلامی رو به فیلیپین صادر بکنیم. خمینی میومد میگفت به جهان صادر بکنیم. مهدی بازرگان میومد میگفت که این در واقع بازیافت
پنج سال حکومت عدل علی است که تمام مورخان میدونن اون پنج سال جز تروریسم اسلامی چیزی نبود. در واقع مصدقیون همراه با خمینی بودند برای اینکه این انقلاب که در واقع بلوای 1357، حماقت 1357، نه تنها مردم ایران، کل منطقه رو به بدبختی و سیاه روزی و تروریسم فرو برد و منجلاب سیاهی، میخواستن اون رو به جهان صادر بکنن. ابزار اصلی کی بود؟ تروریست های سپاه پاسداران. مردم ایران با این آشنا بودند، ولی متاسفانه 57 ها و تبلیغات اسلامی ها در داخل و خارج از کشور سالهای سال مزاحم فکر مسلط بر جامعه ایران بود و همونها لابی درست کردن در خارج از کشور و این لابی ها می اومدن برای حمایت کردن از سپاه پاسداران. حتی برخی گروه های تجزیه طلب شغل شریفشون چی بود؟ قاچاق مواد مخدر برای همکاری با سپاه پاسداران، پیمان بستن با سپاه پاسداران برای مرزهای غربی و مرزهای شرقی، ترساندن و لرزاندن مردم از هر جنبشی برای اینکه مبادا تجزیه طلب ها بیان، و سازمان هایی که کارشون در واقع تروریسم بود یا قاچاق اسلحه برای کمک به سپاه پاسداران و یا با عناوین متفاوتی در گروه های تروریستی فعالیت کردن، برای همراهی با لبنان حزب الله، همراهی کردن با القاعده و همراهی کردن با برخی از گروه های فلسطینی، حمله به برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه، عراق. اینها همه با همه در راستای منافع بود. الان هم وقتی قاسم سلیمانی مرده، میان در مثلا کردستان عراق احزاب کردی وابسته به جمهوری اسلامی میان برای قاسم سلیمانی بزرگ داشت میگیرن و بدون شرم اون رو قهرمان مینامن. اینها چیزهایی است در داخل و خارج از کشور، مردم شاهد بودن، دیدن و بلد هستن. اما چیزی که خیلی حائز اهمیت در شرایط فعلی اینه که از سال 1983 وقتی که حزب الله لبنان با سپاه پاسداران سفارت امریکا رو در بیروت منفجر کرد و امریکایی ها رو کشت، از اون تاریخ در واقع جمهوری اسلامی ملایان در لیست تروریسم امریکا و بعداً در جهان قرار داره. الان جهان با مشکلی که روبرو هست همین گروه های شبه نظامی تروریست هست، همین نهادهای مذهبی داخل امریکا و اروپا هست که از ایران تغذیه میشه، و بعد سلول های تروریستی هست که هر کدومشون ممکنه هر لحظه تهدید هر کشوری رو در واقع به عمل بیارن و اون کشور رو به هم بریزن، نظم امنیتیشون. و در شرایط فعلی هم سپاه اقتصاد ایران رو در دست داره و فرهنگ ایران رو مختل کرده. این چیزی است که مردم ایران براشون ماهی تعصب هست. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی در ایران تحت امر تروریست‌های سپاه هستند. بسیاری از بانک‌ها که یک اقتصاددان باید در این باره صحبت بکنه، من صلاحیتش رو ندارم، ولی از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی، از نظر رسانه‌ای در واقع میشه گفت مافیای تو در تویی رو تشکیل دادن و هر کسی هم بخواد راجع به این صحبت بکنه و راجع به تروریسم سپاه و ملایان حرف بزنه، در همین رسانه ها شما میبینید بایکوت کامل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوان افکار مردم جامعه به تجزیه و تحلیل این تروریسم سیاه که بر مردم غالب شده با نام سپاه پاسداران آگاه و روشن بشن. ولی من تصور میکنم این اقدام اروپایی ها کمکی است برای تغییر رژیم در ایران و کمکی است برای آشنایی با این به اصطلاح دمل چرکی که باید جراحی بشه از بدن ایران. آقای حنیفه، توی این چند روز از هفته پیش پس اتفاقاتی که در کانادا افتاد و تظاهرات ایرانی ها و حضور دولت مردای مملکت و این تظاهرات حمایت از فرمات پشتیبانی از مردم ایران و قول هایی که دادن در این زمین، میگن که بسیاری از عوامل حکومت جمهوری اسلامی، ایادی حکومت جمهوری اسلامی، افراد خانواده های اونا که در کانادا زندگی میکنن، به فکر افتادن که به کشور سالس، در فکر رفتن به یک کشور سالس هم، چون که احساس امنیت لازم رو ندارن. میگن فرار پول از ایران به کانادا متوقف، کاملا متوقف شد. بیش از این بیشترین پول راهی اینجا میشد، راهی، اما حالا نه، توی منطقه میمونه. میگن الان داره به سمت قبرس میره یا به سمت ترکیه یا به سمت کشورهای حول و حوش ایران دورار. حالا میخوام ببینم که، یا حتی من یه گزارش داشتم از مخبری
مخبر جمهوری اسلامی در کانادا که دیگه از تماس با به اصطلاح سرپل‌های خودش حذر داره، یعنی نگرانی که مبادا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کانادا رصد دارن میکنن کار او رو، همکاری او، و در جریان فعالیت های پیشین او هستن و ممکنه براش خیلی گیر تمام. خود اینا چی به شما میگه؟ خود این گزارش ها که من اون دانش، معرفت شناختی و اخباری که بعضیا دارن از داخل رژیم بیان در رسانه ها بیان بکنن بنده ندارم، بنده مجهز به اون اطلاعات نیستم که یارو میاد میگه که فلان مقام امنیتی با 5 چمدون فرار کرد، اون یکی میگه با 12 تا فرار کرد، اون یکی میگه فرار کرد به ونزوئلا، اون یکی میگه اومد به فلان. بنده همچین اطلاعاتی متأسفانه ندارم، به عقب مانده ام در این زمینه. ولی چیزی که هست، هسته های وابسته به نهاد ملایان در کشورهای جهان بالطبع از نظر مالی تغذیه میشن، بالطبع اینها در بسیاری از کشورها پایگاه و جایگاه خودشون رو میخوان داشته باشن. اسم کشور هم اهمیتی نداره، زمانی که از نظر امنیتی جایی به عنوان کشور هدف شناخته بشه دیگه اسم کشور بی‌معناست. اینها ممکنه در واقع اینها رو در سطح جهان داشته باشن، بنده بی‌خبرم، مگر اینکه سندی باشه که این سند رو به صورت محکم پسند در دادگاه بشه این رو عرضه کرد که مثلا در ونزوئلا بیش از 15 نهاد تروریستی ایران فعاله، بله این سندش هست، بیش از 35 مرکز اسمن خیریه در امریکای لاتین وابسته به سپاه پاسداران هست، بله سندش هست، بیش از 8 مرکز مذهبی در داخل لس آنجلس، اورنج کاونتی، شیکاگو، نیویورک و فکر میکنم یک 2-3 تا ایالت دیگه، سپاه پاسداران با اعزام افراد مذهبی رادیکال و ملا مشغول چتر حمایتی درست کردن برای ایران هستند، حتی در برخی مدارس ایرانی، بله سندش هست، FBI در واقع در راجب این صحبت کرد. این چیزهایی که سندش هست و میشه بهش ارجاع داد در واقع قابل بررسی است، ولی غیر اون من یکی نمیدونم و اطلاع ندارم. منتهای مطلب چیزی که بسیار حائز اهمیت هست اینه که حلقه های وابسته و لابی های وابسته و اشخاص وابسته در واقع در یک بازه زمانی با فرکانس متفاوت برای رژیم کارهایی رو انجام خواهند داد. یک کسی ممکنه در نقش حتی اپوزیسیون هم ظاهر بشه، اما در جایی که به قول امریکایی ها کریتیکال هست، خیلی حساس هست، ایشون نقش نقاب اصلی خودش رو بر عهده بگیره در تئاتر سیاسی ایران. این چیزی است که در واقع با یک مصاحبه و 2 مصاحبه و 3 مقاله و 5 کتاب نمیشه بررسی کرد. سالها نهادهای امنیتی روش کار میکنن تا به این نتیجه برسن که این حلقه وابسته در کجاها چتر حمایتی داره و ایران، ایران منظور رژیم جمهوری اسلامی ملایان هست نه کشور ایران، در واقع اومده که از راه حتی مؤسسات خیریه، مؤسسات مذهبی، مؤسسات آموزشی، لابی ها، رسانه ها حمله چند جانبه کرده برای اینکه اول افکار عمومی داخل جامعه ایران رو مسموم بکنه، دوم نفوذی بکنه در لابی های امریکایی و اروپایی برای اینکه بگه منم آن رستم دستان که کس نبود، منم آن طاووس علین شده و این چیزهایی که هست، اینا همه دشمنن، کل کره زمین دشمنه جز حوزه‌های جاهلیه قوم و مشهد و جز ملایان، ما بقیه آدم ها همگی در قعر جهنم خواهند بود و این بهشتی که اینها می سازن همین تروریسم اسلامی است. اینها دیگه رهت جایی نمیبره و اروپا و امریکا آگاه شدن. تحلیلگران بر اساس سند که بشه در محکمه ارائه داد این کشور رو بارها و بارها محکوم به تروریسم کردن، بارها و بارها محکوم به اعمال شریرانه ای کردند که اشرار وابسته به سپاه پاسداران، سپاه قدس و وزارت اطلاعات در سطح جهان انجام دادن. و اینها مثلا همین کتاب جدید آقای مایک پومپئو که اومده بیرون به اسم کوتاه نیا یا عدول نکن، در اینجا اشاره میکنه به 2 نکته که بسیار حائز اهمیته و بنده در هیچ کتابی ندیده بودم، و اون همینه که CIA یک مرکز ماموریت ایران داره، تا اینجاشو بلد بودیم، ولی در واقع در اینجا اشاره میکنه که مرکز فشار بر روی ایران در CIA کارش این بود که نحوه وحشیگری گروه های شیعه رو بررسی بکنه که چی؟
که در واقع فشار بر رژیم ایران چطوری موجب فروپاشی خواهد شد. و در CIA کارشون جمع آوری همین اطلاعات افرادی بود در کشورهای متفاوت وابسته به جمهوری اسلامی که در واقع راز نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور افشا بشه. چیکار باید کرد که رژیم رو از درون موجب فروپاشی قرار داد؟ و این یکی از شاهکارهایی بود که آقای مایک پومپئو در این کتابش اشاره کرده بود که در کشورهای خارج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی آن کار دیگر میکنند و در واقع هدفشون حفظ ساختار جمهوری اسلامی است و اراده‌ای برای تغییر رژیم در این افراد وجود خارجی نداره. خب آقای قانیفر، حالا چند دقیقه وقت داریم، به من بفهمید اگر آمریکایی‌ها و اروپایی به سیاست نهایی برسن در مورد جمهوری اسلامی با این مراکزی که شما اشاره کردید چه میکنن؟ اینا رو به حال خودشون راه میکنن؟ ابدا. تمام اینها شناخته شده هستن برای نهادهای اطلاعاتی امنیتی و رژیم پنج در ایران مختصات خاصی رو میطلبه و متاسفانه در شرایط فعلی چیزی که در نهادهای امنیتی تا جایی که منتشر شده و میشه در اندیشکده ها دید و خوند و متوجه شد و حتی در صحبت تحلیلگران سیاسی اون رو فهمید، این معرفت شناختی رو به ما میده که در واقع بخش مزاحم جنبش در داخل ایران و رستاخیز در ایران بخشیش برمیگرده به یک نوع اپوزیسیون جعلی و قلابی که نه اراده تغییر از 57 دارند نه تمایلی به تغییر رژیم دارند. تا سالهای این مایه سردرگمی نهادهای اطلاعاتی امنیتی بود. جدیداً اینها متوجه شدند به کمک برخی تحلیلگران ایرانی که در واقع این رهبر معظم در داخل ایران رهبر معظم تروریست‌های جهان هست و شخص قوی نیاز هست که دوران فروپاشی و دوران انتقالی رو هدایت بکنه تا مردم در صندوق رأی بتونن رأی گیری بکنن و چیز دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن. و در شرایط فعلی فکر میکنم نهادهای اطلاعاتی امنیتی متوجه یک موضوع شدن که بسیار حائز اهمیته و اونم بهش میگن فیک اپوزیشن یا اپوزیشن جعلی، و اپوزیسیون واقعی رو مردم ایران خواهند شناخت و درک خواهند کرد که در واقع اون با اتحاد اراده نه اتحاد بین گروه ها و اشخاصی که معلوم نیست کی هست در واقع میشه این رژیم رو از بین برد. وقتی این رژیم از بین رفت و فروپاشی کرد، اون موقع میشه گفت که تک تک این سلول ها در کشورهای متفاوت هم اصلا پاشیده خواهد شد و در واقع جهان دست دوستی رو به سمت ایران دوباره دراز خواهد کرد و مردم ایران میتونن بدرخشن و از تمدن و تاریخ خودشون استفاده بکنن، همونطوری که در قبل از 57 اون قطار داشت راه تمدن رو میرفت. ولی متاسفانه این وحشی ها ایران رو به وحشت بزرگ انداختن و سالهای سال طول میکشه تا مردم دوباره بتونن اون راهی رو که باید برن رو طی بکنن. تشکر میکنم ارفان قادری فرد عزیز از سرش در برنامه. تشکر میکنم از امیر شهرتی، همینطور خانم سارا ایرانی عزیز. عذرخواهی میکنم، امروز با کار اداری دارم، اندکی زودتر از خدمت رو مرخص میشم. آرزوی شفا دارم برای دایی عزیز حسن دایی. تا دیداری دیگر، گفتگویی.